کلا 4 روجاری داریم شما، ببینید جزء کدوم دسته هستید. دسته اول که عاشق همدیگر همدیگر خواهر صدا میکنن. ای جانم ببین، من هر جا میشینم میگم، میگم جاری من یه دونه است، اونم واسه نمونه است. خدا رو شکر، خدا رو شکر که تو جاری من شدی عزیزم. تو جای خواهر نداشتی منو گرفتی، من فدات شم. من قربونت برم، تو عزیز منی. ببین تو انقدر خوب و مهربونی، انقدر خوبی، من هر جا میشینم از خوبی‌ها و مهربونی تو تعریف میکنم، یعنی بی‌نهایتی. من که خواهر دارم، تو از خواهران برام عزیزتری. انقدر که تو ماهو مهربونی، جاری جونم، فدات بشم. الهی من دورت بگردم. میگم دیگه الان وقتش شده که خونتونو بفروشید و یه خونه بزرگتر بخرید. رومام حساب کنید. من خودم همه طلاهامو میفروشم، میدم که شما خونتونو بزرگتر کنید. پس چی؟ جاری من خوشحال باشه، شاد باشه، منم شادم. من قربونش برم جاری جونم عزیزم. فدای لطف و مهربونیت بشم. آخه چقدر با عشقی تو. پاشم برم یه اسفند دود کنم که این رابطه قشنگم چشم نخوره. عزیزم ان شاءالله که همیشه به همدیگه اینجوری جون بدیم. دسته دوم جاریه‌ای هستن که تو رو با هم خوبن، عاشق هم هستن، ولی پشت سر چشم دیدن همو ندارن. الهی من قربونت برم جاری جونم، خیلی خیلی دلم برات تنگ شده بود، خوشحالم کردی اومدی عزیزم. بابا شما نه میای نه میری نه یه سری به ما میزنی. من گفتم بیام یه سر بزنم حال و احوالتو بپرسم ببینم چی کارا میکنی. بهترین کارو کردی. تلفن زنگ میزنه، من یه دقیقه برم ببینم کیه. باش عزیزم تو برو، منم یه زنگ به این دوستم نصرم بزنم ببینم کلیدشو گم کرده و پیدا کرد. الو نصرم، اومدم خونه جاری. بابا همون جاری ور پریدم دیگه. آره آره بابا، ببین مبلاشو دوباره عوض کرد و مبلای جدید گرفته. چقدر این ول خرجه، هم وراج هم ول خرج. حالا بذار خونه بیا برات توضیح میدم. نه بابا خوشم نمیاد، به زور اومدم اینجا، منم آمار ازش بگیرم رسیدم خونه بعد زنگ میزنم تعریف میکنم. آره عزیزم خدافظ، اومد اومد خونه. الو سلام خوبی، ببین جاری فضولم اینجاست، بذار بره به زنگ میزنم. ایش اینقدرم ازش بدم میاد. دسته سوم جاریه‌ای هستن که یکیشون خیلی خوب مهربونه، یکیشون هم خیلی بدجنس و بدزاد. سلام آبی جون، خیلی خوش اومدی، صفا آوردی، خیلی خوشحال شدم. به خدا چند بار پیغام دادم، زنگ زدم که حالتون رو بپرسم، جواب ندادی. گفتم شاید ناراحت شدین. آبجی آبجی چیه؟ صد بار به من گفتم نگو آبجی آبجی، من فقط جاریه تو هم، اونم از خوش شانسی. من نمیدونم چطور بعدا شهرام خرج شد، من تو رو گرفت. چون لحاظ خانوادگی فرهنگی و ظاهری از هیچ لحاظ به ما نمیخوری. آره الان اومدم اینجا، اومدم بهت بگم که فردا مهمون دارم، باش بیا کمکم کن اون لباس آبی که عمه سعیدم آورده بده بخوام بپوشم. آره فکر نکن از سلیقه تو خوشم میاد، اون لباسا رو عمه سعید بعد برای من میآورد دیگه، اشتباهی برای تو آورد. حالا اونم فردا من نیم ساعت میخوام بپوشم چون تم فردا آبیه، دیگه نخواستم برم لباس بگیرم. گفتم هفته دیگه میام برای عروسی فرزانه لباس میخرم، حتما بیا ریشا اون لباس آبی راستم بهت معلوم ببرم. به روی چشم آبجی، ببخشید جاری جان، اتفاقا اون مارکشم نکندم، تو هر وقت خواستی دستت بمونه عزیزم، تو استفاده کن. گفتم من استفاده کردم جاری جونم. دسته چهار خدا رحم کنه، هم از همدیگه متنفرن و همدیگه رو فر میدن. خارجی روزگار ور پریده، چرا رفتی حرفایی که در مورد زنده شوهرمون زدم و بهش گفتی؟ ها؟ یا خارجی روزگار، دوست داشتم گفتم، میخواستم خرابت کنم، میخواستم بفهمم تو چقدر ذات کثیف و پلیدی داری سریت بانو. آها که اینطور، ببین چه جوری خیتت کنم. میرم حرفایی که در مورد مادر شوهرمون زدی و بهش میگم. ببین صداتم ضبط کردم. آره به جهنم، منو تهدید میکنی؟ اصلا برام مهم نیست. منم میرم به خواهر شوهرمو میگم که توی تولد لیلی در مورد چی گفتی، گفتی که هیکل شبیه خر شرک شده. جرأت داری برو بگو، با همین اصلای دخلتو میارم. آره سلی تبانو، هر کاری میکنم تا خرابت کنم. حالا بیا بجنگی تا ببینیم چی میشه. یه دوست